خط قرمز تلفات. ارتش و پلیس افغانستان 5 برابر بیشتر از سربازان ناتو قربانی دادند. زمون ټول تلفات د دلتش تلفات دي د زمونږ نه نوی سلنه نه نوی فیصده دغه تلفات ټول دی ماین نه دی یا د ځانمرګ بریښنه و مسدود کردن پایگاه اینترنتی بی بی سی و وستی در تاجیکستان. سلام وقت شما بخیر. با فراخبر با من یما سیاوش خوش آمدید. مقام های دولت افغانستان و ناتو از افزایش تلفات نیروهای امنیتی در ماه های اخیر خبر دادند. بنابر گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، با شدت گرفتن حملات طالبان در ماه های اخیر، گفته می شود رقم تلفات سربازان افغان که در جنگ کشته می شوند 5 برابر بیشتر از رقم قربانیان سربازان ناتو است. در 4 ماه گذشته 853 سرباز ارتش و پلیس در اثر حملات شورشیان کشته شدند که در همین مدت 165 عسکر ناتو در افغانستان جان باختند. اما در همین حال ناتو میگوید که حمله های شورشیان در 3 ماه گذشته نسبت به همین دوره زمانی در سال پیش 11% افزایش داشته است. چرا تلفات سربازان ارتش و پلیس افزایش یافته و علت ناامنی های اخیر چیست؟ صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله و عتیق الله امرخیل تحلیلگر مسائل نظامی در این بحث با ما هستند. مهمانان عزیز خوش آمدید. خوش آمدید. آقای صدیقی، علت اصلی افزایش تلفات نظامیان چه هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و خدمت مهمان گرامی و بینندگان تلویزیون شما سلام تقدیم میکنم. علتهای مختلف دارم. یگان علتی که نزد ما برجسته میشه مسئله عملی شدن مرحله سوم پروسه انتقال است که یکی از مراحل پرچالش خواهد بود تا مناطقی که یا تمام مناطق افغانستان به شمول تمام ولایات در این پروسه و در این مرحله گنجانیده میشه. دوم، هنوز هم متاسفانه طالبا و همکارانشان و شبکه های حقانی القاعده از پناهگاه امن هنوز هم با وجود تمام فشارهایی که جامعه جهانی و حکومت افغانستان بالای پاکستان وارد کردن، اما هنوز هم متاسفانه همکاری صادقانه کشور پاکستان در امن مبارزه با توریسم دیده نمیشه. و دلایل دیگه هم وجود داره که متاسفانه باعث بلند رفتن تلفات پلیس ما شده. دوم، در سراسر افغانستان در بیش از 5000 منطقه یا نقطه کلیدی پلیس افغانستان حضور فیزیکی داره. مسئله دومی است که تاکتیک های پلیس افغانستان بیشتر تهاجمی شده و تلاشی است تا شورشی ها و طالب ها را از مناطقی که در اونجا نزدیک به مناطق پرنفوس و رهایشی است و یا ولایات و ولسوالی ها است، اینا دور رانده شوند به کوها و دشت ها تا اینا از بین برده شوند. علتهای مختلف است که باعث بلند رفتن تلفات شده و دلایلی هم وجود داره که متاسفانه در بعضی از موارد با بروز حوادث برداشتی است که ناامنی به وجود آمده. اما وضعیت عمومی کشور آنقدر که مطرح میشه به او اندازه و خیم نیست. از نگاه امنیتی ولایت مختلف کشور هنوز هم در یک فضای امن اینا مردم زندگی میکنن و به کاروبار خود ادامه میتن، اما تعداد حوادث بیشتر شده. کنار مینهای کنار جاده در بعضی موارد 11% انتحاری، بله اینا افزایش شده. حالا آمار چقدر است در مورد تلفات نظامیان در افغانستان؟ آمار پلیس چقدر است؟ متاسفانه در 4 ماه نخست سال روان ما 470 تن از پلیس ملی افغانستان خود باختیم و اینا به شهادت رسیدن و 165 تن پلیس محلی ما به شهادت رسیده و بیش از 1200 تن از پلیس ما متاسفانه که مجروح شدن. آقای امرخیل، شما هم دلایل را در همین میبینین تلفات نظامیان را؟ بسم الله الرحمن الرحیم، به همه شما سلام. اول چیزی که ما بر شما عرض بکنم، باعث یک نظامی برتان میگه که جنگ به تلفات نمیباشه. جنگ وقتی که جنگ است، جنگ با خود تلفات داره و جنگ هایی که جنگ های چریکی باشه، این دشمن دشمن مخفی است، دشمن علنی نیست، جبهه نیست. در این قسمت بسیار مشکل از جنگیدن تا زمانی که یک کشف بسیار دقیق نباشه، استخبارات بسیار دقیق نباشه و شناخت از اون منطقه بسیار دقیق نباشه، در پهلوی از او سلاح بسیار مؤثر وجود نداشته باشه. طبعا و در پهلوی از او امنیت هوایی باید به صورت کلی دقیق باید موجود باشه، در اون صورت میدانه تلفات کم بسازه. تمام مکاتب نظامی تأسیس به خاطر عزیز که ما در جنگ بتانیم تلفات کم بسازیم، با نیروی بسیار کم دشمن قوی را از بین ببریم. ولی در افغانستان مشکلات بسیار زیاد است. اول خود شما اراضی ما را ببینید، بسیار صعب العبور است.
تمام اراضی افغانستان سرغلوبر است. دوم، دشمن در بین مردم هست، در قریه و قصبات و قلعه هست. بنان با این دشمن جنگیدن توان کاری بسیار دشوار است و برازی یک آمادگی بسیار خاص کار است. حالا ارتش و پلیس افغانستان این آمادگی هایی را که شما میگین نداره در حال حاضر؟ من دو چیز برای شما میگم. یکی ایست که شما میبینین امی که خارجی ها پیش از وقت، پیش از زمان یعنی اعلان کردن یک تعداد از کشورها که ما قوات های خود را میکشیم، پیش از وقتی که معین تعیین شده، کی خود برای مخالفین یک پیروزی هست به اصطلاح که اونا در بین خود تبلیغ میکنه. ولی دولت افغانستان همیشه میگه که این توانایی وجود داره که بدون این نیروها خود دولت افغانستان امنیت را نگه بکنه. اگر محاسبه از نقطه نظر نیرو باشه، از نقطه نظر کمیت ما نیروی بسیار زیاد داریم. افغانستان در هیچ تاریخ خود همه قد نیرو با این کمیت نداشت. ولی از نقطه نظر کمیت، کیفیت، هر کس که ایره ادامه کنه که ما به این اندازه رسیدیم، ببینین کشورهای ناتو 1,50,000 سرباز در اینجا داره ولی تجارب 200 ساله را داره از ورودوی خود. ولی ما تجارب چقدر داریم؟ ما تجارب چقدر داریم؟ اگر بسیار که ما بگویم 2 ساله، اما بسیار که بگویم 2 ساله و در پالیو از این امسلا و مهمات که به دسترس ما هست از طرف کسی دیگه به ما داده میشه. ما خود نمیتونیم یعنی اون چرا که دولت افغانستان ادعا داره این بیپایه هست فکر میکنید؟ خب ببینید، ما پیشتر بر شما گفتم اگر از نقطه نظر کمیت بگوین هیچ بیپایه نیست. ما بقدر نیرو داریم ولی از نقطه نظر کیفیت عسکری ما نه زیر انداز که همی جمع کردی و سالار رو برای صدا دیگی لباس رو برش پوشکندی و برو به جنگ، اینطور نیست. ما از نگاه کیفیت هنوز مشکلات بسیار زیاد داریم. از نقطه نظر تعلیم و تربیه داریم، از نقطه نظر اکمالات داریم، از نقطه نظر رهبری داریم، از نقطه نظر پلانگذاری داریم. این همه مسائل است که برای جنگ یک چیز عادی نیست. در جنگ آدم کشته میشه. به خاطر این باید یک ترتیب و تنظیم در جنگ بسیار عالی و رهبری بسیار عالی داشته باشه و تجربه باشه و شناخت از منطقه باشه، شناخت از دشمن باشه. ببینیم ما از دشمن هنوز هم کمتر شناخت داریم. دشمن ما همیشه متحرک است. در یک نقطه نیست، همیشه متحرک است. از یک جا به دیگه جای مانند کوچه واری کوچ میکنه. بنان در برای حالت و در اینطور مسائلی که ما زود هنگام امنیت کشور خود بر ما تسلیم میکنه میگیریم، یا هم زود هنگام است یا هم پیش از وقت است. این درست است که ما مسئولیتی زیر داریم که اوانا باید وطن خود نگاه بکنه، اما وطن نگاه کردن شرایط داره. بله آقای صدیقی، میپذیرین شما هم که از نظر کیفی هنوز نیروهای امنیتی افغانستان آماده نیست برای این مسئولیت خطیر و دشوار، این مشکلاتی که از نظر پلانگذاری رهبری گفتن آقای مخیل؟ از نگاه کمیت در یک موقعیت بسیار خوب قرار داریم، در موقعیت عالی است، یعنی از نگاه کمیت به او حد رسیدیم. اما از اونم برای تهدیدایی که در درون افغانستان است، حالا اگر تهدیدایی از بیرون متوجه باشه میتونه مثلا ما 10 سال پیش 350,000 نیرو نداشتیم، نیروی منظم. خب این که در مقایسه با کشورهای همسایه چیز زیاد قابل دستاورد نیست. خب برای افغانستان اگر تهدیدی که امروز هست با این وحشت و با این قوت که تهدید است و که از حمایت های بسیار وسیع و گسترده شبکه ها در منطقه برخوردار است، فکر میکنم که باید روی کمیت هم صحبت شود. اما برای افغانستان اگر وضعیت قسم دیگه باشه و اگر پیکار جهانی علیه تروریسم به نقطه پایانی رسیده باشه و جهان کامیاب شده باشه با حکومت افغانستان که دیگر تروریسم وجود نداره، دیگر طالب نیست، اسامه بن لادن دیگر وجود نداره، بدون شک القاعده و حقانی هنوز هم بیسا و مراکز اصلی در پاکستان نداشته باشه، فکر میکنم این کمیت بیشتر عطا باشه. از نگاه کیفیت امروز در یک فرصت خوب بر ما داده شده که ما بیشترین سرمایه گذاری روی کیفیت خود معطوف بکنیم. در این هیچ شک نیست که هنوز هم ما مشکلات در قسمت ظرفیت های خود داریم، اما از 2 سال به این طرف حداقل بزرگترین برنامه ها را طرح‌ریزی کردیم تا ظرفیت بلند بره. از ارسال هزارها جوان و افسر پلیس به خارج از کشور و آموخته های نو از دنیای امروز در کشور با ایجاد مراکز تعلیمی بهترین کوشش خود کردیم تا کیفیت بلند بره و به یک سطح عالی برسیم که بر اساس زمان بندی که ما کردیم تا 2014 باید به این اهداف خود برسیم. اما باز هم خدمت شما ایره میخوام یاد بکنم که شروع سال 1391 تا
تمام شبکه‌های تروریستی با تبانی با هیچ با یکی دیگر بزرگترین توطئه را علیه افغانستان اونا چیدن برای امسال تا از یک طرف مردم افغانستان برای آیندهش بی‌باور بسازه. هدف اساسی همی است. جریان که روان است در او خودکفایی است و گرفتن مسئولیت ها توسط خود افغان ها هست، این باید اینا اخلال بکنه و این هدف اساسیشان است. و هنوز هم متاسفانه خب در این سو دولت افغانستان چه آمادگی برای دفع ما مبارزه میکنیم، هر روز مبارزه میکنیم و تلفات را که شما میبینین این پیکار بیشتر و بیشتر پلیس افغانستان نشان میده، در حالی که وظایف اصلی پلیس افغانستان نظم و امن در یک جامعه است. در عین زمان مسئله مبارزه با تروریسم در صدر برنامه های پلیس افغانستان قرار داره، نه تنها بر صلح افغانستان بلکه بر صلح جهان. امروز پلیس افغانستان با امی امکانات، با امی تجهیزاتی که ناچیز است، در برابر یک تهدید بسیار بزرگ قرار داره که تروریسم جهانی است متاسفانه. ولی از نظر کیفی فکر میکنید تا چه زمان این نیروها آماده خواهند شد؟ حالا خود وزارت داخله در یک 10 سال ما میتونستیم که به اون حد برسیم که هر نوع تهدید مغلق و پیچیده و بالقوه که جناب جنرال صاحب اینجا هست و با ما هم نظر خواهد بود، ما بتونیم با او مجادله بکنیم، مبارزه بکنیم. تهدیداتی که در داخل افغانستان اگر باشه، حدود جغرافیایی این تروریسم ها، تروریسم و شبکه‌های تروریستی در داخل افغانستان اصلا جای به نفس کشیدن نخواهد داشت. متاسفانه اینا رای گریز بسیار آسان دارن. شما ولایت شرقی ما را سعی کنین که نورستان، کنر، جلال آباد، متاسفانه این ولایاتی است که در اینجا تروریست ها با آسانی میتونن پس فرار کرده میتونن. لذا اگر تهدیدات داخلی باشه، بدون شک 350,000 نیرو بزرگترین نیرو هست و میتونه بسیار به شدت و جدیت جواب بده. اما اگر یعنی میپذیرین که ها... مشکلات جدی هم وجود داره از نظر کیفی، حکومت نیروهای امنیتی افغانستان در تبانی با نیروهای جهانی در افغانستان با یک پدیده بسیار وحشتناک تروریسم از طالبان هست، حقانی است، القاعده هست، مبارزه میکنه. این مبارزه تنها نیست، اما بیشترین قربانی در افغانستان میتونه مثل که در 30 سال گذشته قرار است در 2014 تمام مسئولیت را خود نیروهای افغان بگیره. در اون حالت چی هستیم؟ ما هیچ راه دیگر جز گرفتن مسئولیت های امنیتی نداریم. تا ابد نمیتونیم حضور خارجی را در افغانستان توجیه بکنیم بدون شک، ولی باید کاری هم شوه که جایگزینی برای این نیروها باشه. یعنی اگر شما ببینید امسال نیروهای امنیتی شما نسبت به 5 سال گذشته تفاوت بسیار بزرگی را داره. ما از نگاه تجهیزات در 1% خوب قرار داریم که بریم به طرف ای که عالی شوه این وضعیت ما و این تلاش های سکوش هایش که صورت میگیره. خب آقای امرخیل، فکر میکنین که با این تهدیدهایی که حالا تلفات نظامیان بیشتر شده و این موارد را که شما گفتین از نظر کیفی نیروها آماده نیست، چقدر میشه برای آینده، برای سال 2014 که این نیروها اون طرف روان هستند، گفت که در اون زمان میتونن مسئولیتشان را بر عهده بگیرن؟ ببینین، ما چیزی که ما عرض میکنم ایست که از نگاه علمی عسکری است. دو سالی که ما در پیش داریم، اگر واقعا خارجی ها با ما صادق باشه، واقعا ببینین در خود نظام، در قوت های امنیتی سی چیز خیلی مهم است. بسیار ما بارهایی را تکرار کنیم و ای اصل است، اکمالات خوب و همه جانبه، تعلیم و تربیه خوب و رهبری بسیار عالی. رهبری عالی به این معنا که شخصی که در راست قرار میگیره مسلکی باشه. حالا چون این نیست، شما اجازه بدید ما اول برای شما پرنسیبی رو میگم، باز روی شخص گپ نمیزنیم. این پرنسیب است در دنیا. در شما ببینید، یک مثال برای شما میگم، تا بالا در 10 سال چقدر قماندان های ناتو تبدیل شده، چند تایش شما حساب بکنید، به خاطر از اینکه یک تعدادی از اون نتانستن و به عوضش کسی دیگه تعیین شد. ببینید در جنگ چی کار است؟ اولین چیزی که بسیار ضرورت است برای رهبری ابتکار است در جنگ، خلاقیت است در جنگ، جرأت است در جنگ و مورال است در جنگ. این چیزهایی است که در تعلیم و تربیه رشد میکنه. همین خارجایی که به ما 10 سال در اینجا بودن، متاسفانه نتانستم اون مکتبی که اساس تعلیم و تربیه باشه اینجا بگذارن. اینا روی 2 ماه، روی 3 ماه، روی چند هفته، با صرف برای از اینکه برای ما بهترین مربی رو تربیه کنه. خب فکر نمی‌کنین به خاطر اینکه حالا از نظر کمیت افزایش بدن این نیروها را اجالتاً چنین انجام شد؟ ببین از نگاه کمیت خود ما بر شما بیشتر گفتم که در طول تاریخ افغانستان ما به این اندازه نگاه کمیت نه اردو داشتیم، نه پلیس داشتیم، نه امنیت داشتیم.
مثلا بهترین و قویترین اردو که در وقت پیش دکتر صاحب نجیب شهید بود 120,000 بود. با شمول ملیشه. با شمول ازی. یعنی میخواید تا 120,000 بود. اما شما بفکرین 186,000 امروز بود. اما چیزی که ضرورت است برای اردو و این است که این سه عاملی که من گفتم از این جمله بهترین چیزی که است تعلیم و تربیه است که متاسفانه خارجا در اینجا اقباس کرد. در طی 10 سال امروز باید ما بهترین مربی، بهترین قماندان، بهترین رهبر و بهترین سالار را به دست می داشتیم. چنین نیست؟ آقای صدیقی گفتن که از نظر تجهیزات ببینید آقای صدیقی ممکن چون در راس کار است در چیز است ما باز بر شما تکرار میکنم چیزی که برای ما و شما مهم است او سلاح زرز است که از نگاه آتش و قدرت باشه به طور نسبت ما به شما بگم شما کدام نوع قوای هوایی دارید و کدام نوع شداره یک تعداد میگن ما خو مستکیست و مره هم خنده میگیره میگه ما قوای هوایی داریم در حالی که ما هیچ نداریم هلیکوپتر و تیارت ترانسپورت این قوای هوایی نیست این فقط کسی است که کسی را از یک جای به دیگه جای نقل میده نه حمایوی نه آتشی نه ضربتی ببینید در پالیو از شما ببینید همین بروز آخای چیز پیشوری مشته شما برازی بکنید که وقتی شما هم به سربازای خود از یک جای به جای دیگه نقل میدین و از ماینهای کنار جاده متاثر هستین به خاطر از اینکه شما سلاح انتقالی که مقابل عظمی چیز باشه در دسترس ندارید این همیست که شما را مین های کنار ایجاد از بین میبرد خیلی صدیقی مشکل چی هست؟ یک پیشرفت در قوای هوایی به وجود آمده که تاسیس لوای مشترک نیروهای ویژه پلیس و اردوی ملی افغانستان است که به تاریخ 5 اسد اولین عملیات ویژه خود انجام دادن که از این تیاره ها برای آتش استفاده میشه در این زمان تیاره های دیگه هم هست که برای اکمالات و برای انتقال عسکرا و سربازا هم استفاده میشه این اقدام بسیار خوبه است بعد از 10 سال ما تونستیم که یک لوای را ایجاد بکنیم که عملیات را مستقل خودشان انجام بده و در هر منطقه افغانستان اینا میتونن عملیات بکنن خب بدون شک اردوی ملی افغانستان کار به شکل بسیار جدی بالای تجهیزات هوایی اردوی افغانستان آغاز کرده ده هیچ شک نیست اما از نگاه تجهیزات ما اینا میخوایم بگیم که بله در 10 سال گذشته همان قسمی که باید ناتو و جامعه جهانی پلیس افغانستان را تجهیز میکرد و یا توجه جدی میکرد متاسفانه او توجه صورت نگرفته کمی کاستی ها در تعهداتشان بوده به طور مثال یک مثال براتون میگم که اینا در 2010 وعده کرده بودند که به تعداد 1300 تن مربیان خود برای پلیس افغانستان اینا ارسال میکنه که متاسفانه او تقریبا 60% او آمار و مربیان برای پلیس افغانستان اعزام شدند. به می ترتیب تعهدات دیگه هم کردن اما این به این معنا نیست که ما در مسیر درست نمیریم ما امروز نسبت به هر وقت دیگه مطمئن هستیم و خوشبین هم هستیم که اگر این تعهدات جامعه جهانی که در شیکاگو شده و در توکیو شده مبنی بر تجهیز پلیس افغانستان ادامه پیدا بکنه بدون شک تا 2 سال آینده ما در یک وضعیت خوبتر قرار میتونیم بگیریم و بعد از او هم با گرفتن مسئولیت ها هر روز پلیس آماده خواهد شد تا بتانه که امنیت ولایت افغانستان تامین بکنه. حالا یک نگرانی جدی که در این روزا مطرح است، مسئله بدتر شدن وضعیت امنیت است. این ناشی از چی است؟ چرا من با این برداشت ها یعنی برداشت های ما متفاوت است. ما این نظریاتی که مطرح میشه فکر می کنم که بسیار عمومی مطرح میشه. به طور مثال میزان حوادث یا انفجارات ماین و اینا در بعضی از ولایات اتفاق میفته. اما در مجموع این نمیتونه که باز اوضاع امنیتی افغانستان خراب بسازه و یا آدم بسیار به جدیت بگه که اوضاع امنیتی خراب است ما در تمام ولایت افغانستان پلیس حاکم است پلیس بالای حوزه حاکم است شما یک ولسوالی را بگوین که در اونجا طالب به شکل وحشتی که داره در اونجا اینا ای خود مختاری را داشته باشن اونا نمیتونن که حتی یک مکتب ما را در بعضی از ولسوالی هایی که حتی تهدید است ولی خیلی تهدیدهای جدی هم وجود دارد در تهدیدات مقطعی است یعنی خب طالبا که هیچگاهی چون جبهه‌ای نداشتن که حالا ولایت‌های ارتش افغانستان با اونا جبهه‌ای بجنگه ولایت‌های شرقی ما متأسفانه بیشتر آسیب پذیر است اما ولایت‌های دیگه ما در تمام ولایت کشور اوضاع به اون شکل که مطرح میشه من واسه خدمت شما میگم که به اون شکل اوضاع وخیم نیست پلیس حاکم است کنترل وجود داره و طالبا هم سرکوب میشه به طور مثال در ولایت پکتیکا روز گذشته گروه بزرگی از طالبا سرکوب شدند در ولایت نورستان سرکوب شدند و
به این ترتیب پیکار افغانستان هم نیروهای امنیتی افغانستان ادامه داره. پس این اعتراضات که در پارلمان شکل گرفته این ناشی از چی است؟ اگر وضعیت به این قد خوب است، خب چرا این اعتراضات وجود داره در برابر امنیت؟ دلایلی که شما هر روز هم گزارش هایی دارین از این خشونت هایی که در سراسر افغانستان اتفاق میفته. بازم خدمت شما عرض شود که حوادثی که در سراسر افغانستان یا در بعضی از نقاط افغانستان اتفاق میفته، اینا ما نمیتونیم توجیه بکنیم برای بدامنی افغانستان. اوضاع او رقمی که مطرح میشه، اعتراضاتی که حتی در پارلمان مطرح میشه، فکر میکنم مبالغه‌ای است نسبت به اوضاع امنیتی افغانستان. هیچ نوع تغییری در نشه. چند وقت پیشتر شما آقای احمد خان سمنگانی کشته شدید. این حادثه تروریستی بسیار بد بود متاسفانه. خب حتی میگن که گزارشی هم در این مورد وجود داشته که آقای سمنگانی از اینکه جانش در خطر است اطلاع داده به وزارت داخله، اما وزارت داخله نتونسته کاری در این مورد بر اساس بکنه. تحقیقاتی که هیئتی که از کابل و بر اساس حکم جناب رئیس جمهور فرستاده شده بود، تحقیقات نشان میده که تدابیر امنیتی و پلان های امنیتی کاملا گرفته شده بوده و تطبیق شده بوده. اما چه شد که حالا تا 20 روز دیگه هیئت باز هم روی مورد دیگه کار خواهد کرد تا تحقیقات نهایی شود. اما گزارشی که به ریاست جمهوری ارائه شده بر وزارت امور داخله و بر دیگر ارائه شده نشان میده که در او حادثه پلیس پلان تدابیری که اتخاذ کرده بود، پلان تطبیق شده، هیچ نوع کمی و کاسی در پلان وجود نداشته. اینه باز به صراحت براتون میگم که این دریافتای هیئت است که به منظور تحقیق این حادثه بالای تمامان نفته بود. بس چگونه این اتفاق افتیده؟ باز خدمت شما عرض میکنم به خاطر تحقیقات بیشتر 20 روز دیگه مهلت داده شده. ولی تنها این مورد مجرد نیست. دیروز در ولسوالی چک ولایت بردک یک چنین اتفاقی افتاد، ولسوالی این منطقه کشته شد. خب این حوادثی است که یکی پس از دیگه اتفاق میفته. یعنی حوادث اتفاق میفته بدون شک، هنوز هم متاسفانه حوادث هست. خب این نشان دهنده این نیست که وضعیت خیلی جدی. یعنی باز کوشش میکنیم که تهدید بر شما تشریح بکنیم که تهدید از کجا ریشه میگیره، در کجا هست و با این تهدید چگونه باید مقابله کرد. تهدید خیلی بزرگ است متاسفانه. اون روز هم طالبا از امکانات وسیع در پاکستان برخوردار هستند. ولی دولت افغانستان چی؟ در تمام جهان که در کنار دولت افغانستان استاد و شما با یک گروهی که حالا تنها پاکستان میگن که متاسفانه یک گروه کاش یک گروه عادی می بود، یک گروه افغانی می بود که امول لحظه همی در ظرف یک روز یک سال شاید از بین میرفت. در 30 سال گذشته این پالیسی های خصمانه کشورهای همسایه بر تخریب و خرابی و بدبختی افغانستان ادامه داره، هنوز هم ادامه داره متاسفانه. اما چرا دولت افغانستان، سوال اینجاست که در این 10 سال نتونست از حضور جامعه جهانی حالا استفاده بکنه در برابر گروه ها کاری بکنه؟ پیکار با و مبارزه با تروریسم تنها وظیفه افغانستان نیست. تمام دنیا در اینجا آمدن، نیروهای ناتو در افغانستان حضور داره تا با پدیده تروریسم مبارزه بکنه. این پیکار هنوز خاتمه نیافته، باز من تکرار میکنم. اما متاسفانه بزرگترین قربانی را هم برای از بین بردن تروریسم، هم برای صلح افغانستان و برای صلح جهان افغانا میپردازند. بله. آقای امرخیل، شما این بدامنی هایی را که اخیراً افزایش پیدا کرده ناشی از چی میدانیم؟ واقعا آنچنان که آقای صدیقی میگه این یک مبالغه است، و آنچنان که نماینده های مجلس میگن این واقعا یک تهدید جدی هست؟ آقای صدیقی و نماینده های مجلس به ما هیچ ارتباط نداره، کار خودشان است. بله. چیزی که من میخوام برای شما بگم، واقعا بدامنی از این سرچشمه گرفته که اول طالب ها و مخالفین تکتیک خود تغییر دادن کاملا، به این معنا که اونا رو آوردن سابق یک نفر انفجار میکرد یا در موتر، اما امروز چند نفر، 5 نفر تا 7 نفر داخل میشه در یک مؤسسه. یک تغییر تکتیک است و به خاطر تغییر از این تکتیک مقابل هم باید تکتیک خود تغییر بدن. ما هنوز شابلونی حرکت میکنیم. مسئله دوم این است که طالب ها در همین سال یک عملیات را به نام فاروق ایران کردن، به نام ازی که برای جهانیان نشان بده که اینا هستن، اینا قدرت دارن، اینا موجود هستن. ولی در پهلوی ازی همین مذاکرات که امریکا بدون مداخله افغانستان، یعنی به خود خود سرانه انجام داد، این خود هم برای از اونا جرأت داد، این همی جرأت برای از اون خارجا داده. از یک طرف این طالب ها چقدر هستن؟ آخای امرخیل که اینقدر باید تهدید بزرگ باشند؟ طالبان را بسیار در حد مبالغه آمیز 30,000 نفر میگن در برابر ارتش و پلیس افغانستان و این نیروهای بین المللی مستقر در اینجا. این چگونه است اگر بلانس بکنیم؟ توازن ما روی حقایق گپ بزنیم. تا جایی که اینمی جنگ ها شروع شده از 2005 تا بال ممید 25 الی 30,000 میشنام. این گپایی را که امریکا و ناتو میزنه یک دفعه طالبان نشان میده که ما بالکل اینا را از بین بردیم، خلاص از دیگه چیز نیست.
و دیگر روز باز عکسن این گپ میزنن. اونا اهداف خود دارن و برای افغانستان هم دارن، منتها رنج ما میکشن. این چیزی واضح است. من چرا میگم که چرا ناامنی شده؟ میخوایم میگیره برش معرض بکن. یکی پلان است که ما برش ما گفتم، و پلان دوم این است که وقتی که ما بسیار زیاد تاکید سرزی میکنیم که ما مذاکره میکنیم، مذاکره صلح میکنیم، به زودترین فرصت میکنیم، ایره میتونیم طالب ها بسیار کوشش میکنه به هر قیمتی که باشه وضع مختل بسازه. و در باره تغییر تکلیل که یه موضوعش گفتم، موضوع دومش مانده بود که برای شما بگویم، اونا اینطور عملیات ها رو انجام میده، اشخاصی بسیار موثر، اشخاص نفخه، اشخاص رو انتخاب میکنه که او یک شهرت داشته باشن، یک دفعه سر و صدا بالا شد که اون فلانی رو کشت، اون فلانی رو از بین برد. این خود به خود در اذهان مردم امیر به وجود میاره که والا هیچ امنیت وجود نداره، این فلانی کشته شد. ولی غیر نظامیان هم که از این آسیب ها گفتن نیستن. یقینا غیر نظامی خو از کل قد آسیب میبینن، هم از مینای کنار جاده آسیب میبینن و هم از این انفجارات و انفلاقات. یک چیز واضح است منان، من برای شما میگم که یک موضوع را که من میخوام همیشه یادآور بکنم که جامعه جهانی اگر با دولت افغانستان، با اردوی افغانستان مسائل مشترک اجرا میکردن، هم در قسمت استخبارات و کشف، هم در قسمت فعالیت های معربی، هم پلان های خود با اینا شریک میساختن، ما فکر میکنم که مؤثریت زیادتر بود و قوی تر بود نسبت به اینکه اینا خودسرانه عملیات میکنن. اینی عملیات خودسرانه از یا باعث میشه که کسی که طالب نیست به خاطر قصد گرفتن طالب میشه. آقای صدیقی، مقابل میره این یک گفتم میشه که بخش عمده از ناامنی ها برمیگرده به فسادی که موجود است در وزارت داخله، اینو میپذیرین؟ خیر نه، این نمایندگان مجلس بر این تاکید دارن. به چه دلیل؟ دلایل ناامنی کاملا واضح است، هیچ گونه وضاحت دیگر جز از دلایلی که مطرح میشه و توسط ما مطرح شده، توسط تمام ارگان‌های و نهادهای استخباراتی ما مطرح شده، دیگر دلیل وجود ندارم. مسئله مبارزه با فساد دو سال پیش وقتی آقای محمدی به عنوان وزیر امور داخله تعیین شد، اولین اولویتش مبارزه با فساد اداری بود. ما اصلاحات بنیادی را در پلیس افغانستان آوردیم و حاضر هستیم که از هر عمل کرده که به منظور ریشه‌کن کردن فساد شده با همگی شریک بسازیم، و این وضاحت ها را ما هم به وکلای محترم پارلمان دادیم و هم بر مردم افغانستان دادیم. وزیر امور داخله از قانونی نشدن این نماینده ها. ببینید، در تازه در 4 ماه گذشته از 25 ولایت افغانستان وزیر امور داخله با اموینانشان دیدن میکنه، به منظور ای که یک نظریات مردم ببینه که کدام پلیس عمل کرده، کدام پلیس درست نیست، کدام پلیس فاسد است، در پهلوی ای که نهادهای تفتیشی و نظارتی و استخباراتی پلیس از عمل کرده پلیس نظارت میکنه. ما در یک سفر، در هر سفری که جناب وزیر امور داخله رفتن، اقدامات بسیار جدی و فوری در اونجا اتخاذ کردن تا افراد بد و ناسالم از پلیس دور شوند. تقررات تعییناتی که در پلیس افغانستان امروز صورت میگیره، تمام شما میتونیم با وضاحت با ثبوت ارائه بکنیم که بر اساس شایستگی و بر اساس حالا ادعای وجود داره در مجلس که اینا با برخورد سلیقوی برکنار میشن افراد. در گذشته شاید برخورد سلیقه‌ای وجود داشت، در گذشته شاید سفارش‌های بسیار وحشتناک وجود داشت که کس باعث قماندان امنیه مقرر شد، و امروز در احتیاط جنرال خبر نداره، برش خبر میرسه که خودت باعث قماندان در فلانی ولایت تعیین شدی. ای از اصلاحات بنیادی و ای از تعییناتی که بر اساس شایسته و شایستگی و مسلکی بودن پلیس صورت میگیره. پلیس افغانستان امروز در اختیار خود هر آن چیزی که داره تا بتونه بر مردم خود خوب خدمت بکنه از او دریغ نکرده. سپاسگزار. و در مسئله موشکباران ولایت کنر چرا دولت افغانستان واکنشی نداشته تا حالا؟ واکنش های بسیار جدی حکومت افغانستان از خود نشان دادن. سفیر افغانستان در پاکستان با وزیر خارجه پاکستان ملاقات کرده، بسیار به صراحت و وضاحت، ولی این که از راه دیپلماتیک نشان داد از سال گذشته تا حالا که قابل حل نیست. پلیس افغانستان ما فقط تمام جریانات و پیشرفت‌هایی که از مجراهای دیپلماتیک صورت می‌گیره پیگیری خواهیم کرد و هر دستوری که برای نیروهای امنیتی افغانستان باشه قابل اجرا هست. یعنی واکنش تا هنوز نبوده به دلیل چی؟ حکومت افغانستان با نیروهای با متحدین غربی این مسئله را پیگیری میکنه و کوشش میکنه تا حکومت پاکستان قناعت بده که این مسئله فکر میکنین آقای صدیقی مسئله قناعت باشه وقتی حاکمیت ملی و تمامیت ارضی زیر تهدید هست؟ افغانستان یک کشور قانونی است،
هر عمل کرده حکومت افغانستان بر اصول قوانین بین المللی است. ما پرتاب راکت ها را حکومت افغانستان به شدیدترین الفاظ محکوم کرده و خواهان پاسخگویی حکومت پاکستان در این راستا هست و حتی ولی هنوز هم ادامه داره. در همین تازه ترین گزارش ها هم که حالا این موشک پراگنی ها ادامه داره. این ناشی از عملکرد غیر مسئولانه یک حکومت مثل پاکستان. خب شما چی میکنین؟ وزارت داخله همطور میبینه تنها با این اوضاع؟ پلیس افغانستان بازم خدمت شما عرض شود در چارچوب مسئولیت های قانونی خود با مردم افغانستان کمک میکنه، کسایی که در اوجه مجروح میشن اونا را کمک میکنه و هر ثبوت و شواهد را که بر اساس وظایف خود مسئولیت داره ارائه کردن و هر اقدام و هر فیصله که مردم افغانستان بکنه پلیس افغانستان جز مردم افغانستان است. یعنی اینکه پاسخ داده نشده به این عملات به چی معناست؟ فکر میکنم پاسخهای بسیار مشروع، دیپلماتیک، قانونی و ولی اینا که نتیجه نداده تا حالا ادامه داره این عملات. ما امیدوار هستیم نتایج خوب در پی داشته باشه و بالاخره پاکستان از این اشتباه بزرگ و تاریخی خود پی ببره که با یک کشور درگیر است مثل افغانستان. سپاسگزارم صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله و عتیق الله عملخیر تحلیلگر مسائل نظامی. و دولت تاجیکستان وبسایت های بی بی سی و کانال تلویزیونی وستی روسیه را فیلتر کرد. با گزارش خبرگزاری نووستی سخنگوی یک شرکت ارائه دهنده سرویس اینترنت گفت این تصمیم توسط سازمان دولتی خدمات ارتباطی اتخاذ شده است. کاربران اینترنتی در تاجیکستان اظهار دارند که دسترسی به سایت های بی بی سی و وستی از تاریخ 29 جولای امکان پذیر نیست. کارشناسان اتخاذ چنین تصمیمی را از سوی سازمان مذکور با وقوع درگیری های خونین در شرق تاجیکستان در تاریخ 24 جولای ربط می‌دهند. در جریان این درگیری‌ها 9 تن از افسران نیروهای امنیتی کشته و دست کم 25 نفر دیگر نیز مجروح شدند. این افراد طی عملیاتی برای مبارزه با گروه مانیاک گفته می‌شود در قتل عبدالله نظروف ژنرال امنیتی تاجیکستان دست داشتند، کشته شدند. مقامات دوشنبه گزارش‌های مربوط به تلفات غیر نظامی را تکذیب می‌کنند در حالی که رسانه‌های حزب اپوزیسیون در تاجیکستان از کشته شدن 200 نظامی خبر می‌دهند. در تاریخ 23 جولای یک روز پیش از وقوع درگیری خونین تظاهرات در شهر خاروخ برپا شد که خشم مقامات دولتی تاجیکستان را برانگیخت. یک فیلم ویدیویی که بر روی وبسایت یوتیوب منتشر شده نشان می‌دهد که یکی از برگزار کنندگان اصلی تظاهرات سبز علی محمد ریزویف رهبر حزب احیای اسلامی تاجیکستان بوده است. سبزعلی یکی از منتقدان اوضاع نابسامانی اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان بود و از اینکه مقامات دولتی تا این حد غیر فعال هستند. جسد این رهبر مخالف دولت 3 روز پس از تظاهرات پیدا شد. آسیا پلاس به نقل از یکی از اعضای حزب احیای اسلامی تاجیکستان نوشت وی پس از تظاهرات 23 جولای در خاروخ توسط ماموران اجرایی قانون دستگیر و با ضرب گلوله کشته شد. وی 3 روز بعد در تاریخ 26 جولای به خاک سپرده شده است. سپاسگزارم از اینکه تا حالا با فراخبر بودید. خدا نگهدار.